متشکرم متشکرم متشکرم، خیلی ممنون خیلی ممنون، متشکرم متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. خیلی ممنون که تشریف آوردین و حرف امروزمون راجبه تغییر، تغییر، تلاش برای تغییر دادن و عوض کردن آدم ها معمولا تلاش بیهوده است. اما قدیمی ها اینجوری فکر نمی کردن، می گفتن حالا شما فعلا ازدواج کنین، بقیهش به مرور زمان درست میشه. دختر می گفت آقا دوستش ندارم. می گفت به مرور علاقمند میشی. می گفت من لهجهشو متوجه نمیشم. می گفتن به مرور یاد میگیری، با کلمات کلیدی شروع کن. می گفت خب قدش خیلی کوتاهه. می گفتن جوونه، این به مرور جا باز میکنه. آره، آدم ها یا تغییر نمی کنن یا سخت تغییر می کنن. یه فیلمی می دیدم درباره سونامی در اندونزی. موج 11 متری داشت می اومد سمت ساحل. خب طبیعتا همه فرار می کردن. یکی در حال فرار دمپاییش در اومد، 2-3 متر برگشت، دمپاییش رو پوشید. دیگه تا اومد دوباره فرار کنه موج ازش جلو افتاد. همین فیلمی که میگم رو یکی داشت از توی بالکن خونش میگرفت. موج داشت میومد سمت خونش، این دوربین رو چرخون سمت خودش که همه ببینن که چقدر مضطربه. موج خودش و بالکنش رو برد تایلند. معمولا خانم ها دوست دارن که بگن شوهرشون بعد از ازدواج با اونا تغییر کرده. دیدین؟ فرامرز اینجوری نبود که. بار اولی که دیدمش 2 دستی از شاخه های درخت آویزون شده بود، از این شاخه میپرید به اون شاخه. ساعت 2:30 مشتاشو میکوبید به سینش، نعره میکشید کم کم من درستش کردم. الان هم درخت رو ترک کرده، هم 4 تا زبون زنده دنیا حرف میزنه. آره، نظرات شما رو بخونیم که چی فرمودید. من دیگه خیلی حوصلم سر رفته، به قید قرعه 3 نفر رو بلاک میکنم، ایشالا خدا قبول کن. با این قیمت سکه 7 میلیونی تازه رسیدیم به این جمله که مهریه رو کی داده کی گرفته. در طبیعت به زنبورهایی که از کندو مواظبت میکنن میدونید چی میگن؟ میگن خسته نباشید، دیگه از قرنطینه بیاین بیرون، من نگرانم. یعنی این اصلا مدیر لطفاً بیا تو کمپین نه به امتحانات حضوری رای بده. من یه چیزی بشه تقصیر توه. مدیری خیلی دلم میخواد یه بار بیام تو پیج دور همی ببینم سورپرایزمون کردی، همه شوهر عمه ها رو دعوت کردی دور همی که یه چند ساعتی حواسشون پرت بشه، انقدر تو گروه های خانوادگی جوکای بیمزه نفرستن. سلام آقای مدیری، میشه یه دوربین عکاسی به من هدیه بدین؟ من نه قصد مزاحمت دارم نه قصد سوء استفاده، نه میخوام مانع ادامه تحصیلت بشم. مدیری تو لیاقتت بیشتر از ایناست، بای. من مطمئنم اگر کرونا هم بگیرم باز تقلبی به هم میندازن. بابام دنبالم میکرد با شیلنگ، میگفت وایسا کاریت ندارم. بهش گفتم پس میخوای ازم بنزین بکشی؟ اگر درخت ها از دنیا چیزی می فهمیدن همیشه پاییز بودن، چون با این قیمت ها حتما برگاشون می ریخت. مدیری لااقل لطف کن برام شارژ بفرست، مرسی. خب عرض کنم که در این دنیا
فقط آدمهان که سخت تغییر میکنن، بقیه چیزها مثل آب خوردن بالای پایین میشه. با دلار 15 تومانی میخوابیم، با دلار 17 تومانی بیدار میشیم. یه هفته میری دنبال وام و قرض گرفتن از این و اون که بتونی یه 40 متری بخری، پولت که جور میشه متری 3 میلیون اومده روش. میگه آقا چهارشنبه گفتی اینقدر؟ میگه بله، امروز دوشنبه است. شعار یه عده شده این که اگه امروز نخری فردا نمیتونی بخری. طرف هنوز زن نگرفته، رفته برای پسرش کفش خریده. قوانین هم از اون پدیده هایی است که زیاد تغییر میکنه. من خودم دیگه پمپ بنزین که میرم دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. کارت بنزین در میارم، میگه که کارتی نیست، نازل رو بردار. دفعه بعد نازل رو برمیدارم، میگه نازل رو بذار، کارتی شده. حالا باز اینا خوبه، 30 میزنی دستگاه استاپ میکنه. میگه بیشتر میخوای، نازل رو بذار، کارت رو بردار. بعد دوباره کارت رو بذار، نازل رو بردار. بعد بعضیا از همین تغییر قوانین سوء استفاده میکنن. به من میگفت قانون جدید اینه که حتما از این مکملا بریزی تو باکت، دونه 100,000 تومنه. من یه بار نریختم، هر جا پلیس میدیدم تمام بدنم میلرزید پشت فرمون. یه خانم، یه آقا. خانم بفرمایین. آقا بفرمایین. بله. بسیار عالی. خانم شغل شما چیه؟ دانشجو هستم. دانشجوی چه رشته‌ای؟ آمار رسمی. آمار رسمی؟ بله. نشنیده بودم. رشته جدیدی هستش. جدیده. خب شما؟ شغلم آزاد است. آزاد. اگر با یه قاتل در یک آسانسور گیر کنین چی کار میکنین؟ سکوت میکنم. سکوت میکنم. کاری نمیشه کرد. نمیتونم در برم، نمیتونم در باز کنم. هیچ کاری نمیشه کرد. آخه بالاخره انسان یک واکنشی نشون میده دیگه، مجبور از ترس یا هرچی. توی ترس من بیشتر سکوت میکنم. شما با یه مریض قلبی در یک آسانسور گیر کنین چی کار میکنی؟ سعی میکنم کمک های اولیه رو انجام. چی کار میکنی؟ تنفس مصنوعی بدم، شوک بدم. تنفس مصنوعی اول. خیلی هم بعد دیگه چی؟ دیگه کارهایی که میتونم دیگه. چی؟ توانم آسانسور تو اولین طبقه نگه دارم، خارجش کنم از آسانسور، برسونمش حالا به هر جایی که میتونم دیگه. نه زنگ بزنم 115. توی آسانسور گیر کردین؟ آسانسور وایساده. گیر کردی یا فاتحه وسش میخونم. این هم آره، این هم نظری. بازیگر اصلی فیلم هامون خسرو شکیبایی. بله. بازیگر نقش کمال الملک. من زیاد فیلم نمیبینم. کمال الملک زنده یاد علی حاتمی ساختن؟ نه. زنده یاد جمشید مشایخی. جنگ جهانی دوم رو کدوم کشور آغاز کرد؟ آلمان. در گروه 5 به علاوه 1 اون 1 کیه؟ آمریکا؟ آلمان. نه. آلمان. سمنو در هفت سین نماد چیه؟ رزق و روزی؟ نه. نمیدونم، ولی فقط میدونم سمنو چیز مقویه. حالا مقویه. گندوم داره. خیلی عالی. نشانه قدرته سمنو. کتاب تاتار خندان نخوندین؟ کار آزاد چی کار میکنی؟ آزاده دیگه. آزاد نمیگین یعنی؟ چرا؟ تأسیسات هم ساخت. تأسیسات. خیلی. 7 ابزاری که وسیله کارتونه رو تو 5 ثانیه بگی. آچار شلاقی، آچار فرانسه، انبردست، پیشگوشتی دوسو، پیشگوشتی چارسو، آچار آلن. خیلی عمال. از حافظ، سعدی، مولانا، ناصر خسرو، رودکی، نیما یوشیج، سهراب سپهر. هر کدوم بگیم میخونم، مشکل ندارم. بگیم. بیت بخونم یا؟ بیت. از مولانا. بله. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بله بفرمایید. از حافظ میخونم.
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. خانم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ با کل محل اومدین. خانم اندازه شما پاسخ دادن. چرا همه؟ چرا؟ نه اب نداره ها، میگم یعنی بدونم دلیلشو چی؟ آه و چشم، ولی خانم هم خیلی ها رو پاسخ دادن. بفرمین بفرمین. متشکرم متشکرم. واقعیت اینه که دنیا با سرعتی عجیب و غریب در حال تغییر کردنه. یه چیزی اخیراً در فضای مجازی دیدم که دیدم سرعت این تغییرات خیلی داره زیاد میشه. یه بند خدایی خواستار حقوق برابر بین سگ‌ها و گربه‌ها شده بود. اصلا به اونا چی کار دارین شما؟ اصلا خودمون کم گرفتاری داریم؟ بعد 8000 تا کامنت زیرش بود. اکثرا معتقد بودن که داره در حق گربه ها ظلم میشه. نوشته بودن چرا از سگ ها بیشتر از گربه ها مراقبت میکنیم؟ خب این که دلیلش کاملا مشخصه. سگ ها از قدیم با وفاتر بودن، همیشه اینو میگفتن. صاحبش رو میبینه از 1 کیلومتری دم تکون میده. گربه رو میرسی خونه باید بهش سلام کنی. اگر حوصله داشته باشه جواب میده. یه روز بهش قضا ندی جیبتو میزنه میره ساندویچ میخوره. حالا شما یه گله رو بده دست گربه، اصلا میتونه مدیریت کنه؟ اون اولین کیسه زباله‌ای که ببینه میره پارش کنه. یکی کامنت گذاشته بود چرا فقط گربه ها در اتوبان میرن زیر ماشین، چرا سگا نه؟ چه کسانی از این اتفاق سود میبرند؟ آقا چی اصلا؟ اینقدر بدبین نباشین. دلیلش اینه که ما سگ نداریم کنار اتوبان. مثل اینه که بگیم چرا جوجه تیغی ها زیر ماشین نمیرن؟ خود چون نداریم. بعد تازه اگه سگ هم داشتیم یه بار میگفتیم عزیزم نه یا تو اتوبان، این میفهمید. گربه رو بهش بگی نه یا دمش رو سیخ میکنه میره رو پنجه جرت میده. الان دیگه فقط گربه ها از برنامه من ناراحت نشده بودن که اونا هم الان شدن. پامو از اینجا بذارم بیرون 10-20 تا گربه دمسیخ بیرون منتظرن که آره. مهمان داریم، چه مهمان عزیزی. در اولین قسمت های دور همی 4 سال 5 سال پیش مهمان ما بودن و تو این سالها خیلی اتفاقات افتاده که یه گفتگوی درجه یک خواهیم داشت. رضا یزدانی. میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون. من شک ندارم که توی تاریخ شیرین به زیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل
مثل دیدار آدم و حوا. منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن، چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن، ریز قلبم با صدات هر بار جذابترین سمفونی آخه، وقتی که تو حرف میزنی انگار گوش من موسیقی باخه. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو، باید همش باشه حال من، اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادویی بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. مرحبا، سلام علیکم، خوش اومدین. خیلی مخلصی. بفرمایید. آها یه چیزی بگم، شما بشین. بله. شما بشین من میگم. علی اوجی به خاطر اینکه سالهای سالت، آره خیلی ساله. بله 15 16 ساله با هم 16 ساله با هم کار میکنن و علی خب تهیه کننده یه خیلی آلبوم های رضا جان بوده، گفتیم امشب علی هم بیاد که یه گپ سه نفره بزنیم. ها بله، تو بشین جای من همینجا میشینم. به جان تو، جان تو همینجا. نه داریم این پشت، باور کن همینجا. یه دقیقه بیان کمک، یه دقیقه. آره بابا بیا این پشت مبل داریم، بیا اینجا. همه خودشون کارهای خودشون. چه بازم مهمون دعوت کردن؟ آقا معذرت میخوام، چی کار کن؟ بذار منم بیام، صبر کن. بگیر آخه برو آقا، بفرم بذار اینجا. ببخشید، بفرمه بله اینجا بچسبونید به هم اینجوریه. آره برو برو برو. آها مرس، بفرمایید. اوکی این بله. تصویرا همه چی خوبه؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بله ببخشید. فقط موقع رفتن یادت باشه اونو ببرید. آره خیلی ممنونم. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. بله اگه سلامی هست بفرمایید. بله من خیلی سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز، خانم آقایانی که اینجا حضور دارن، عید و تبریک میگم بهتون. بله. و این کاری هم که شنیدیم در واقع من برای اولین بار اجرا شده و اینو من برای برنامه دور همی آماده کرده بودم که خیلی ممنون. بله امشب عید و خلاصه خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. لازم بود که یک ترک خاص برای این برنامه تهیه دیدم. متشکرم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمتتون بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین و همینطور خانم آقایان. خیلی خوشحالم و خدمت جناب عالی. قربون شما. یه قیژ قیژی میکنه این. آره آره ایزوگرام کردیم آوردی بیرون کتا. آره این ایزوگرام تو نباید تکون بخوری هیچی. چو نه اصلا نمیشه هیچ. آخه تو این برام عوض کنم. قیژ قیژت میاد توی این تو میکروفون. آره این چرمه است. آره اگه میتونی هیچ تکونی نخور. آسین کوتاهه؟ بله. زیرش نه. بله.
کد داری؟ کد داریم بچه ها، همه کاراشون رو باید خودم انجام بدم. نه من بازم آوردم لباس. یه کت دیگه دارن بیارین، یه کت دیگه اینجا عوض کنیم به نظرت میخواییم؟ آره بابا، نه بابا کاری اشکالی نداره، همه خودی هن و اصلا این حرفا نیست، اصلا رو در بایستی نداریم که. یه چیزی رفته بودیم، یه که خصوصی رفته بودیم، یادته؟ رفته بودیم فیلم همین کدوم این 16 سال بودیشو میگی؟ همین آخری که انیمیشنی بود که من خونده بودم. آره. که نماینده ایران تو اسکار. بله بله. آه. من رفتم تو اینو اونجا پوشیده بودم، حامد بهداد اومد. دیدی حامد دیگه یه شاگردن دستش، گفت واه واه چقدر قشنگه. شروع کرد برق انداخت. اینا رو برق انداخت. آره و قشنگه ولی قیش نخور دیگه. آره مصاحبه رو ببرید. خیلی آره، چون این میکروفون آره حساس میگیره و کلا قیش از تو خواهیم شنید بعدن. کوتر رو میارین؟ بله. الان تو کوتر رو بیارن تکون نخور. تو کوتر رو بیار. بفرمایید. بله. اینو عوض کنیم. ببخشید. ببخشید. ما خیلی حرکت کردیم. آره. آره. تو وایسا. نه برو دوربینا نگیرم. نه بکن. من اینجا. بیا آقا برو. بفرمایید. بله. ماسک کن. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی هم قشنگ شد. بله. اینو چیکار کنم؟ میخوای اینو به دستت باشه تو بر. بزن سیره میز. بله. الان خوبه؟ آره به نظرم خیلی خوشگل. آره خیلی قشنگه و امر دیگه باشه. نه آره نهار خوردین؟ نهار خوردین هست. مبل یه دقیقه اینجا می‌خوریم دوره. نهار خوردین هست. اساس کشی چیزی نداری. شیکا به من چه خوب. عرض کنم که علی چند سال پیش اومدی دوره همین؟ نه دو سال پیش. گفتی متولد 62 بودی. بله. هنوز متولد 62 ای؟ هنوز تغییر نکرده دیگه. همون همونی. آره دیگه. نگرش داشتم. رضا 4 سال پیش که اومدی؟ بله. گفت... من 4 سال پیش اومدم. سال. با ماشینم اومدم تو. آره یادم میاد. اون برنامه‌های اول بود. برنامه‌های اول بود. بعدم که از این ماشین‌های آنتیک قدیمی بود که پدال‌های آره، فاصلش آره، کوچیک. منم پوتینام بزرگ. منم با پشتم نزدیک بود. اینجا نزدیک بود. بری تو اون نزدیک بود برم تو دکور و سیامک انصاری. سیامک نزدیک بود با دکور یکی کنم. آره. خدا رحم کرد. رضا 4 سال پیش که اومدی بله گفتی درآمدت مایی 10 میلیون حدودن. الان 9 میلیون خط فقره. الان چیکار میکنی؟ الان خیلی اوضاع خوب شده. آره واقعا چی؟ خب و از آذر ماه، بله از آذر ماه تا الان میشه 6 ماه 5 ماه 1000 تومن پول در نیاوردم. من 6 ماه بله. چیکار کردی؟ مالیاتشو بخوام بگیرن بگن الان بگیریم دیگه. چیکار کردی؟ هیچی. ما در واقع بعد از اتفاقاتی که افتاد همینطور کرونا و آره دیگه هیچ کنسرت نشد و همه کنسرت های ما کنسل شد. تهران شهرستان ها برنامه ها همه چی کنسل شد دیگه. واقعا من 1000 تومان پول در نیاوردم. خب لبویی بزنیم. آره یه لبویی بزنیم. یه فلافلی کنار هم. خیلی هم عالی. آره. خیلی هم عالی. چند سال با هم دوستیم؟ 16 سال. بله. چی شد؟ چجوری ممکن است؟ عرض کنم که شروعش اول کی چی گفت؟ من بگو. من گفتم کجا کجا یادم نمیاد. نه این مهمه. گفتی پرنده پرنده فلان. آها 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 آه. رضا یه آلبومی داشت اون سال، یعنی دو تا آلبوم منتشر کرده بود، یکی به نام شهر دل، یکی پرنده بی پرنده. آها. و آلبوم پرنده پرنده رو هیچ سنو نیومده بود بیرون اون موقع. آره و آلبوم پرنده پرنده خیلی سال 79 79 خیلی آلبوم درجه یکی بود، یعنی هم در فضای موسیقی خیلی ساختار شکن بود، هم خیلی آلبوم متفاوتی بود، خیلی اشعار جذابی داشت، ترانه های جذابی داشت، خیلی اصلا به نظرم خیلی آلبوم متفاوتی بود. رفتم بهش گفتم آقای یزدانی خیلی آلبوم درجه یکی دارین و خیلی متفاوته و اینا. چاکریم و گفتم چیکار میکنی؟ گفتم من این کار من موقع کلیپ هم میساختم، ویدیو موزیک میساختم، کارگردانی میکردم. گفتم آره بیا یک دو تاشو ویدیو بسازیم و کیف کنیم. گفت پس یه قرار بذاریم همو ببینیم. و رفتیم با هم صحبت کردیم و آلبوم هیس منتشر شد. بله. از آلبوم هیس منم کلیپ بسازم که دیگه اصلا رفیق شدیم و بعد اصلا شدم تهیه کننده آثارش دیگه. با هم فکر کنم 8 آلبوم منتشر کردیم.
9 تا. 9 تا. تکنولوژی موسیقی میکنی از اون سالها به طور حرفه‌ای. بله. خیلی دیگه هم. بله بله بله. آلبوم های متفاوتی رو منتشر کردیم از خواننده های مختلف. من خیلی آلبوم منتشر کردم. خیلی زیاد. آها. یعنی اصلا مثلا نزدیک شاید 100 تا آلبوم منتشر کردم. چون اون موقع اصلا تمرکزم روی پخش آلبوم های موسیقی بود. و همزمانم خب کنارش از خواننده هایی که خوشم می اومد در واقع تهیه کنندگی می کردم، تهیه کنندگی موسیقی می کردم و خب این ادامه دار بود. از چه می دونم با دارکوب کار کردم یه مدت با خواننده های مختلف. بله بله. ولی بیشتر با رضا بوده دیگه. بیشتر بله بیشتر ما 9 تا آلبوم و یه آلبوم تصویری. در واقع 3 تا آلبوم تصویری منتشر کردیم، 9 تا آلبوم صوتی. مثلا بچهای دیگر حالا همینطوری میگم دیگه، جست گریخته بوده یه آلبوم منتشر کرده، ولی این اتفاقی که یک سر ادامه دار باشه در موسیقی ایران نداشتیم همچین چیزی. تو این 16 سال دعواتون شده زیاد؟ نه اساسی که مثلا قهر کنی. بله مدت بله. با هم قطع نه تو. اونجوری ما هیچ وقت مثلا قطع رابطه اینا. بدترینش چی بوده؟ بدترینش مثلا فکر کنم یه روز، یه نصف آره، روز. یه نصف روز آره. سر چی؟ خوش میدادیم با ببین یه اختلاف نظر مثلا اساسی بود که من زیر بارش نمیرفتم، علی هم زیر بارش نمیرفت، بعد هر چی برای هم دیگه استدلال میکردیم جواب نمیداد دیگه. نه معمولا کی کوتا میاد تو اختلاف نظر؟ ببین اونجوری نیست مهران، بالاخره آره به یه بله. نتیجه میرسیم بله. در نهایت بله. در نهایت سعی میکنیم به یه نتیجه برسیم. آره یعنی روزی 50 بار رضا زنگ میزنه به علی. نه اصلا گلوف نمی کنم، روزی 50 بار. یعنی همیشه رضا پشت خط علیه در هر شرایطی. علی داره کار میکنه سر صحنه است اونجا اینجا. الو رضا الان چشم باشه میگیرم اتن. این چی شد؟ 32 بارش هم تکراریه، یعنی حرفاش تکراریه. آره یه مطلب آره خیلی گوده. خانومت مشکلی نداره با این موضوع؟ گفته بودی گفته بودی رضا تو زندگیته؟ اوایل در واقع نمیدونست نرگس. نه بعد متوجه شد. آره بعد دیگه خود زیاد گفت. زیاد نیست همیشه اینجوری نیست اینا. بعد دیگه کم کم دیگه دید نه هست، این همیشه هست. و آره صبح زور شب اصلا با هم کار نداری بربوله تا شب بخه چرا خوابش اینجوری. آره تو اول تو قد کن. آره اینجوری. آره خیلی خب. آره چی بشه دیگه همکاری با هم نمی کنید؟ خط قرمزتون چیه؟ ببین نداریم به نظرم. مگه میشه علی بگه بیا بریم دزدی؟ خوبه میری؟ الان با پول میگم شش ماه پول در نیاوردم. آره تو تو فکرش هستی الان، ولی نکته اینجاست که آخه منو ببین فکرم دوتا انسان دعوت کردم. نه این چیزه آخه اصلا ما رکورددار همکاری با همیم در سینما. میگم در... چی بشه همکاریتونو قطع میکنه؟ آخن... هر آدمی یه خط قرمز داره. نداریم ما رو هم اصلا هیچ خط قرمزی نداریم. ما هیچ تعصبی دیدیم اصلا. نه هیچی آدم هم میکشین اصلا با هم. اصلا اومدن که این کارو بکنن نتونستن. آره همه ایا... کار با هم میکنیم. آره اومدن که آدم خیلی بهتره. آره آره چه عجیب. نه ولی جدا خیلی ها توی سالا مثلا دوست داشتن که این رفاقت به هم بخوره. آره نه میگم خط قرمز خودتون چیه؟ نداریم ما. نمیخوام جواب بدم. من اگه میپیچونید. من اگه یکی رفیقم بهم بگه مثلا اصلا به هر دلیل اصلاش فکر نکردیم. تو آدم بکشیم. الان فکر کنیم. نه آدم کشتن که شوخیه. ولی مثلا حق یکیو بخوره. ببین فکر میکنم خب اینه دیگه خط قرمز دیگه. در هر رابطه کاری و هر رابطه اگه اینجوری بود زودتر از اینو تموم میشد. آره. عدم صداقت میتونه. عدم صداقت میتونه. ببینید فکر میکنم در هر رابطه ای هم کاری هم احساسی عدم صداقت میتونه اون رابطه رو تمام کنه. و راجع به رابطه کاری به دلیل اینکه من و رضا خیلی مسائل کاری باز مشترک با هم داریم خیلی زیاده در این سالها. مثلا من فهم رضا داره هر روز من دروغ میگه یا صداقت نداره یا داره منو میپیچونه دور میزنه.
همچین چیزی ممکنه. آره میتونه تمام شه. آره منظورم همینه، نمیدونم آره. اتفاق میفته ولی خدا رو شکر فعلا رکورد داره سالهای همکاری در ماشاءالله بزنم بشو کلا. الان من رضاییم هیچکی نیست در تاریخ موسیقی اینقدر با هم دیگه مونده باشه و در ایران با هم مونده باشه و همکاری کرده باشه و مثلا 9 تا آلبوم با هم منتشر کرده باشن. بعد خیلی هم باشه بعد تعداد متعددی کنسرت در خارج از کشور، داخل کشور، شهرهای مختلف ما خیلی کنسرت برگزار کردیم و خیلی خدا رو شکر. یعنی نزدیکترین دوستان به هم هستید؟ من نه دوست نزدیکتر از علی ندارم. نداری؟ نداری. الان که بازار موسیقی تغییر کرده، خیلی پر رونق شده، شرایط برای کار کردن راحت تر شده یا سخت تر برای شما؟ شما بگیم بعد من. برای من هیچ فرقی نکرده به خاطر اینکه من یه سبک خاصی رو دنبال میکنم، چه از لحاظ حالا نوع انتخاب ترانه ها، چه از لحاظ تنظیم و آهنگسازی و همه اینا. واسه خودم یه گوشه ای دارم که گوشه مال خودمه. به همین خاطر حالا هستن بچه های دیگه که دارن مثلا خورش شباهت داره کارشون، ولی باز کاری که من دارم میکنم توی این 20 سال خاص خودت دیگه 20 سال گذشته. بله به همین خاطر با بازار خیلی درگیر نیستم خدا رو شکر. البته من حرف رضایی کوچولو اصلاح میکنم، از دیدگاه خودم میگم، فکر میکنم که فقط به دلیل سبک خاص رضا نیست یا استایلی که داره. فکر میکنم اینه که تلاش رضا یزدانی به عنوان یک خواننده، یعنی معتقدم هر کسی در کار خودش بتونه اون تلاش لازم رو برای کارش انجام بده حتما موفق میشه و میمونه. رضا از سال 79 الان میشه 20 سال داره در مارکت کار میکنه، کنسرت میذاره. ما از روز اول، اولین کنسرتی که اتفاقا شما هم حضور داشتین، اولین کنسرت رضا بود سال 85-6 در سالن وزارت کشور با بله. به همراه دارکوب و بله علیرضا عصار و بله مانی رهنما و رضا. اون اولین اجرای رضا یزدانی آلبوم داشت ولی یونیسف بود. بله بله بله. آها با هم اجرا کردی؟ بله 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 بله. آها بله، اجرای یونیسف که برای ایدز بود، 6 شب بود توی کشور. آره هم من چند تا ترانه خوندم، ترانه خوندی و هر کدوم دو تا دیگه از همینطور 4-5 تا. آره یادم و از اون تاریخ به این ور رضا ثابت هر سال همون تعداد کنسرتی که در تهران میذاشته یا در شهرهای دیگه داره میذاره. و خب این دلیلش تلاش خیلی بیش از حدشه. یعنی رضا فکر میکنم جزء معدود آدمهاییه که روزی 19 ساعت کار میکنه، واقعا کار میکنه. یعنی رضا همیشه تو استودیو، همیشه در حال جستجو، همیشه در حال تحقیق، همیشه در حال خوندن، همیشه در حال تلاشه. و این اینه که میتونه در مارکت موسیقی بمونه، وگرنه اصلا سبکت هر چی میخواد باشه له میشی اصلا میری درست. تمام. رضا متولد چه سالی بودی؟ نگیم دیگه، با چش میزنم بخوره دیگه. حالا متولد 52 دیگه چش زدن نداره دیگه. چیال چند سال میشه؟ خیلی میشه، حساب نکنیم. خیلی هست به من. 47 سالته؟ آره. نه بابا ببین یه موی سفید ندارم. 47 سالته؟ هرساشو من خوردم دیگه، اینا همه سفیده طبیعیه. 52 62 بله بله. 47 سالته؟ میخوایم بگی تا آخر برنامه. پرساشو من خوردم. مگه میشه؟ سه سال دیگه 50 سالته؟ بله. من با شما خیلی فرق دارم، 6 سال با هم فرق. چرا؟ به خاطر اینکه بگم دلیلشو. بجز اینکه هرساشو من میخورم بقیه دلیل. هرساشو علی میخوره. بله. من یه سری کار میکنم توی زندگیم و یه سری کار نمیکنم. کارهایی که نمیکنم مثلا سیگار نمیکشم، فست فود نمیخورم، غذا موظف غذا هستم. روزی 2 ساعت حداقل، بعضی وقتا 3 ساعت ورزش میکنم هر روز، روزانه. مگه دیگه مثلا سر فیلم برداری باشم 6 صبح برم شب دیگه اونجا سعی میکنم نیم ساعت سر کار ورزش بکنم. یک کاری که سالها میکنم، شاید برای همه مفید باشه که این کار بکنم، وقتی از خواب پا میشم یه حبه سیر رو با 2 لیوان آب که بهش گلاب اضافه میکنم قورت میدم که بوش نمونه، اون آبو میخورم و عسل و سیاه دونه، اینم قاطی میکنم هر روز صبح. عسل و سیاه دونه و سیر و 2 لیوان آب ناشتا. سال هاست که این کارو من 6 سال تو بزرگترم، هیچ کدوم از این کارا هم نمیکنم.
همه کارم میکنم. ولی الان این نتیجهش ولی خیلی خوبه این کارو. 47 سالته؟ خیلی خوب. هیچ وقت درک نکردم این مبله چقدر ناراحت. خیلی اصلا من نمیدونم باش چیکار کنم. اصلا دارم میمیرم. خدا اینجوری آقا برم جلو میام. اصلا دارم میگم یه خورده گوتر نبود. تو نه آها صندلی رو میگی. من فکر کردم این خودتو میگی. نه خدا چه ناراحتی میتونم داشته باشم. نه هیچ. میگن آدم ها رو از رو دوستاشون بشناس. اصلا شما چه ربطی به هم دارید؟ میخوام اینو من بدونم. خیلی ساله میخوام سوال برام. ما مکمل همیم. متوجه نشده؟ چیز حسنای علی چیه؟ علی خیلی حسن داره. بگو همه رو بگو. خوشم اومد. علی خیلی آدم مهربونیه. خیلی دل بزرگی داره. یعنی هر کاری اونو که میبینه. اونو دارم میبینم. چیه؟ آره اونو ببند. دل بزرگی داره. خیلی دل گنده است. یارم تاکید میکنه. همه هم تاکید. دل گنده است. دل بزرگی. دل میده به کار. دل به کار میده. میفرمودید. خیلی روابط عمومی خوبی داره، با آدم ها خوب میدونه چجوری رفتار کنه، چجوری در واقع کارها رو پیش ببره. خیلی خوش اخلاقه، خیلی چاکی. آره بگو حسنای رضا رو بگو. چیتی یارو فیلم رضا خیلی نه رضا خیلی مهربونه، خیلی زیاد، خیلی دلش تخته، دل تخته داره، قد بلندی داره. عرض کنم من با رضا آشنا شدم خیلی موهای پرپشتی داشتم، الان کچلم. عرض کنم که نه خارج از شوخی، رضا آدم اتفاقا خیلی سوال خوبیه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه آدم ویژه‌ایه واقعا، یعنی با خیلی مواظب رفتارش، خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد قضاوت نمی‌کنه هیچ کسو اصلا. یعنی کاری که واقعا الان آره این خصلتو من میدونم این روزا خیلی خیلی زیاد، خیلی بخشنده است. از نه به لحاظ مالی منظورم نیست، بخشنده از این نظر که هیچ وقت هیچ کی نمیتونه رضا رو یه کاری کنه که باش قطع رابطه کنه. رضا همیشه همه رو میبخشه، هر کی بهش بدی میکنه. اتفاقای افتاده که اصلا خیلی بد بوده، یعنی برای هر کدوم ما اتفاق میافتاده قطعا ما ازش نمیگذشتیم، ولی رضا بخشیده و آدمیه که واقعا میگم یه خورده حضور ذهنم میخواد، ولی یه خورده این قضاوت نکردنش خیلی آقای مدیری مهم، یعنی خیلی خصلت مهم و بزرگ. با حواس پرتیش چه میکنی؟ اصلا افتضاحه. یعنی حواس پرتی که اصلا مال یه ده. اولا یادش میره هر چی میگه، دو دقیقه بعد زنگ میزنه دوباره میگه، این میشه 36 بار زنگ. حالا یه خاطره بامزه بگم براتون. قبل کنسرت رفتم تو تهران، شلو خودتون دیگه میدونین دیگه چه خبره، مهمون سینمایی هم زیاد داشتم. گفتم رضا به مهمونات اینان 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 لیستش هم بهت میدم، یادت نره معرفی کنی، حتما زشته هنرمنده اومدم. گفت آره فلان، خیالت راحته. گفتم یه مهمون اضافه شد بهمون، اومدم حالا گفتم رضا سحر زکریا هم اومده. بعد رضا گفتش که سحر زکریا چجوری یادم بمونه؟ گفتم همینجوری تکرار کن، تکرار کن سحر زکریا، سحر زکریا، برو روز. گفت باش. تو ذهنش بود یه چیزیو. آره رضا همینجوری گفت چی آخه بگم؟ خب بگم سحر زکریا، آه زکریای رازی، زکریای رازی، زکریای سحر زکریا، زکریای رازی رفت رو سه. اصلا این همه به خاطر سپردن دیازی نداره، بگو سحر زکریا دیگه، تموم شه بره دیگه. رفت و همه رو معرفی کرد، رسید مثلا دونه دونه معرفی بشن. آره میدونم، بعد اونو عدس میده. آره رفت رو سه، گفت یه مهمان ویژه، هنرمند بسیار دوست داشتنی، بسیار فلا، خانم سحر زکریای رازی. سحر زکریای رازی کیه؟ بعد گفت تو چی میگی اپایی؟
زکریای راستی اصلا دیوونه شده بود. اومدم درستش کنم. اومد درستش کنه گفت اصلا خود زکریای راستی. گفتم سرمنده خدا. نه نه رفتم اومدم گفتم که چیزه. گفتم یه جوری جمعش کنم دیگه. گفتم فکر کنی شما فقط با ما شوخی میکنیم. من تو سالن بودم. سه نفر نشسته بودم تو یه گوشه میشینم اجرا رو میبینم. سه نفر جلو بودن گفتن چرت میگی ها گن زده میگی من خیلی بامزه بود. بعدیش دیگه چیه جز اشکاش هم ببینین در بیاد سر جز حواس پرتی دیگه خیلی کار آدم باید خیلی بدوه برسه بهش. یعنی من که خودم یکی از آدمای خیلی فعالم و خیلی کار جبه خشایار شاه بوده خوشگله بده بزنیم من نه ممنون نه چیه این از خب بله نه فکر میکنم که یه بدی خیلی بزرگ داره تو سفر خیلی دردناکه این بدیش اینه که مثلا میریم اهواز مرداد 70 درجه است دیگه هوا دیگه چیز اصلا تخم مرغ بندازه زمین رو آسفالت نیمرو میشه کولر رو نمیذاره روشن کنی. مثلا باورتون میشه یعنی همه تشنج میافتاد کف همه میریزن بیرون میاد رضا داریم میونن 350 یعنی نمیذاره سرمایی اصلا دیوون من اصلا یه دقیقه هم نمیتونم تحمل کنم گرما رو الان دیگه اتاقمون رو جدا میکنیم میگه خدام اصرار داره که با هم باشیم بگی میگم آقا چه با همی عزیز من اینجا داره نه آخه میدونی مثلا حالا علی خیلی داره قلوف میکنه ولی من خیلی سرمایه‌ام ابدا خیلی سرمایه‌ام ولی من چون سفرهایی که داره میگه همه کنسرته حاضی خود کنسرت داشتی دیگه مثلا شب قبل کنسرت مواظبی باد نخوره بله بله از اون لحاظ بیشتر اونه دلیلش ولی من به شدت سرمایه‌ام تو خودتون میگی استاد تو استان گرگان الان فقط از من من پرسیدم الان به شما هم میرسه تو گرگان قورباغه‌ها داشتن از گرما ابو عطا میخوندن یعنی انواع گوشه ها رو داشتن امتحان اصلا نمیدونی چی اصلا قورباغه افتاده همه رو به آسمون که کی شب میشه و سفرمون طوری بود اصلا اتاق اضافی هم نبود هتل پر بود و نمیذاشت روش میگم خدا شاهده یعنی اخا پریدم دیدم یه تشنج گرما که اصلا این وضع خیلی اصلا بدیه علی رو بگو علی که بدی نداره ولی چرا مگه میشه آدم بدی نه تو سفر داری میگی دیگه تو سفر نه کلن خصوصیت بد بگو شما 15 تا شما من میگم نه میخوام تو بگی حالا دو تاشم شما بگی میگم شما اول شروع کن من ادامه میدم بگو بگی من ادامه چیه اصلا بدی خیلی کلی گفتم بگو علی خب به واسطه شیرازی بودنش اون روحیه شیرازی رو داره دیگه آره خیلی هم خوب و خوش اخلاق و آره ولی حافظ میخونم آره حافظ دیدی خوبیاست علایا ایا خیلی هم ولی ببین خب الان از سفر رو داره میگه منم بگم دیگه یه وقتایی که مثلا یه خورده غذای زیاد کم میشه یا بالشش کم و زیاد میشه خورو پف ببین یادت سر فیلم مهدی کرمپور بله. ما اومدیم پل چوبی اومدیم شمال مهدی هم سلام کنیم بهش بهرام رادان زنگ زد گفت بیاین یه دو روز پلو ما و آره یادم آره اومدیم پیش ما آره. اومدیم پلو شما هر کدوم سویت داشتی اونجا اصلا سویت بود ما پلو سویت بهرام موندیم حالا با بهرام موندیم آره. دوستان اونجا بودیم بهرام اون شب ریشاش سفید شد بهرام هست حالا میاد ایشالا دوره همین بپرسین ازش اصلا کدوم خور بهرام اتاق خودشو داشت یه اتاق این ور بود دو تا تختوش بود خب این اتاقا انقدی بزرگ نبود که دو تا تختو جاش بشه آه. ولی ما خوابیدیم فاصله همین تخت انقدر فاصله داشت الان شما رضا من علی آها. ببین اینی که دارم بهت میگم جدی ها اگه بگی اینقدر قلوف من میدونم میفهم آن بخوابیم بله من دارم جای اون گویه ها دارم آره همین که این چی خرس گریزلیه این من نیستم که خرس گریزلی در مقابل تو پشه است
من میدونم اون رضای من علی منو بیدار کرد. بیدارش کردم. صورتم رو برم خواستم بگم علی پاشو اینوری شو. اینوری شو. اینوری شو این صدا رو بده به دیوار. علی. ببین چشو اینه وزر اینه. علی؟ چی شد؟ خورخور میکنی. میدونم ظرف یه دقیقه میدونم من فقط بالشم اگه 15 ثانیه بعد خور دوباره شروع کرد میدونم فقط بالشم اگه بالشم بد باشه بعد قبول میکنم نه ولی همیشه نمیکنه ولی مثلا من یه 30 تا فیلم ازش دارم قبلا چیز میکرد آه فیلم هم میگیری من صداشو ضبط کردم خورخوراشو ضبط کردم همه رو انشالا در اینترنت میذارم بذاره آره یه اخلاق بعد دیگه داره مثلا حالا تختم مثلا تو هتل فاصله داره دیگه مثلا اونجاست من اینجا دارم یه کاری خیلی مهمی دارم میکنم بعد داره شروع میکنه فیلم گرفتم یه فیلم میگیره من دارم میگه رضا من میگم جانم علی جان دوباره صدا میگه رضا میگم علی الان زه تمومشه داد میزنه داد میگم ها اینجوری میگم یه دفعه فیلم میذارم دیدم آره. دیدم فیلماتو دیدم انواع اقسام فیلمای سورپرایز شدنشو دارم تو صفم یعنی فیلماتو دیدم ترسوندمش فلان ولی تو سوئد آقای مدیر رفتیم یه برف میومد نه اصلا گوتنبرگ اصلا داشتم میمردم من پشت شیشه این هتلمون هم رو به این ریلای راه آهن یه قطار میرفت من پنجره هشکی اصلا داشتم برای وطن داشتم پرپر میشدم یعنی نمیدونم چه وضع داشتم یه هفته هم بیشتر نبودیم تو این سفر تریپ حرف نزدن برداشته بود تو سفره که من افسردگی گرفتم تریپ آدم حرف نزن رو برداشته بود رسالت دارم دق میکنم چیه؟ به رضا آقای مدیری خیلی یه شخصیت داره خیلی عجیبه نمیترسه از هیچی و بی تفاوت نسبت به یه سری مسائل از هیچی نمیترسه ببینیم برای تو تعریف کنم چوکه اصلا نمیذاری من حرف بزنم نمیگم اصلا الان 20 دقیقه شما صدای منو شنیدین اصلا بگم از چیکار کنم؟ بذار من چهار تا سوال من اینو بگم با مزده است چشم یه ارکستر سمفونیکی میدونم که داری و سرپرستی میکنی حالا اسمشو نمیگیم که مثلا حالا ممکنه تبلیغ بشه ولی خوشحالم که اینو میشنوم که در دورانی که خیلی موسیقی کلاسیک رو خیلی بهش بها نمیدن در کشور ما این در واقع داره همین فعالیت رو میکنه موسیقی کلاسیک یکم راجبش بگو یکم اولا که یه بخشش واقعا هم نشینی با شماست که خوش. به هر حال میگه که دوست خوب یه خورده خوش. این هست ولی بله این که میگین تبلیغ نشه اصلا ارکستر سمفونیک دیگه ای اصلا خیلی نیست آها همینه خب. نه اصلا هست ولی خیلی کم محدوده ببینید به خاطر اینکه خیلی پرخرجه شما مثلا وقتی 170 نفر روی صحنه میبرین برای موسیقی که متاسفانه ازش استقبال نمیشه یعنی مثلا شما یک حالا من خودم تهیه کننده موسیقی هم شاید درست نباشه اینو بگم ولی مثلا خیلی از موسیقی ها 15 سانس 30 سانس با احترام به همه رفقا میفروشه و این اصلا تعادل نداره بله و من مثلا یک ارکستر سمفونیکی دارم که خب هم کور داره هم ارکستر سمفونیکه و خب مثلا آثار مالر اجرا میکنیم اتفاقا آخرین اجرامون که در تالار وحدت بود که چند تا اثر از پرایزنر اجرا کردیم ده. پرایزنر به ما واکنش نشون داد برای ما کار ما رو گذاشت تو اینستاگرامش و گفتش که خیلی خوشحالم که کارهای من اجرا میکنه اصلا ما باورمون نمیشد که به هر حال یه اسطوره مثل پرایزنر بخواد واکنش نشون بده ولی کلا میگم مثلا ما میایم آثار مالر رو میزنیم باخ میزنیم بتهوون میزنیم شوپن میزنیم و هایدن میزنیم و آثاری که هیچ وقت اصولا سمتش نمیرن آثار کلاسیکی که کمتر سمتش میرن اینا رو اجرا میکنیم و خب این خیلی پرخرجه یعنی شما هر جوری ضرب و تقسیم کنین این ضرب و تقسیمش واقعا درست در نمیاد ولی واقعا میخوام بهتون بگم این رو برای
گوش شنونده موسیقی، شنونده جدی موسیقی من سرپا نگرش داشتم، برای اینکه این لازمه برای جامعه، برای اینکه این رو باید مردم بشنون. مردم باید موسیقی رو، در واقع موسیقی درست رو بفهمن چیه، باهاش کیف کنن. و خب طرفدارای خودش هم البته داره و خب به همین نسبت هم چون هزینه ها زیاده نمیشه تبلیغات. به هر حال تو این برنامه من خب خیلی میگم مدام راجع به کتاب، راجع به موسیقی کلاسیک حرف میزنیم و فکر میکنم مثلا این باعث بشه که آدم ها که خیلی هم چیز داشته، یعنی خیلی ها میبینم تو کامنت ها که آقا ما مثلا شروع کردیم با موسیقی کلاسیک گوش دادن خیلی بهتر شده. حالا مهران این کتابو گفتم، میتونم یه چیزی بگم الان اینجا؟ آره. من توی این دو ماهه گذشته، دو سه ماهی که قرنطینه بود، از اونجایی که خب تو که علی گفت خیلی دوست دارم کار کنم و نمیتونم یه جا بشینم، یه 20 خورده ترک رو دست گرفتم دارم کار میکنم که بخش نزدیک 7 8 تا ترکش اشعارش مال اندیشه فولادان عزیز با اون جنس از مهمان ما بودن دیگه، آره، با اون جنس از دایره واژگان خودش و اون در واقع جهانبینی که داره نسبت به دنیا اطرافش و پیرامونش. و یه آلبوم دیگه هست که بچه های دیگه هست، مثلا 5-6 تا مهدی ایوبی داره و بچه های دیگه دارن و اینها. اینو دارم کار میکنم. از اون طرف به خاطر همین فرهنگ کتابخانی شروع کردم، در واقع با علی به این نتیجه رسیدیم و تصمیم گرفتیم که یه کار جدیدی رو انجام بدیم. حالا من به عنوان یک خواننده بیام 3 تا داستانک انتخاب کردم حالا که این ستا رو بخونم و موزیکایی که از آلبوم‌های قبلی من رپ داره به اینا بینش در واقع جریان پیدا کنه و یه ترک جدیدم در انتهاش یه مجموعه 20 دقیقه‌ای بشه که یک داستان از شبنم مقدمی عزیز گرفتم، داستان بسیار زیبایی در مورد یک خانومی که بازیگر تئاتر بوده قبلا، یه داستان از افشین هاشمی گرفتم و یه داستان دیگه هم دارم میگیرم که این مجموعه رو و داریم سعی میکنیم که این فرهنگ رو بتونیم بیشتر جا بندازیم برای که کتاب خونه. چقدر خوب که شما انقدر سلیقتون تو موسیقی خوبه. یعنی مثلا اگه شما مهران مدیری بودین و سلیقتون تو موسیقی خوب نبود چی میشد واقعا؟ یعنی همیشه بهش فکر میکنم. یعنی آره یه بخش فکر میکنم مجموع این سلیقه ها شما رو در واقع کرده این مهران مدیری که اینجا الان برای مردم بسیار محبوبیم و همه خیلی دوستتون دارن، این به نظرم هست. خیلی آقای مدیری موسیقی کلاسیک و موسیقی جدی محجوره در ایران متاسفانه. یه بخشش قابل حدسه ها، یعنی بخشش مربوط میشه به تاریخ ما، تاریخ موسیقی ما و اینکه ما تازه شروع کردیم و ولی یعنی مثلا اون موقعی که مثلا در چند قرن پیش مثلا باخ که اتفاقا زمان خودش هم آدم معروفی نبوده داشته مثلا مینوشته این آثار رو، مثلا ما تو ایران داشتیم چه موسیقی کار میکردیم؟ این سوال یه بخشش واقعا هست، ولی الان که این همه راه‌های ارتباطی درجه یک خوب هست دیگه وقتشه یه خورده. آره میدونید این اطلاع رسانی نمیشه دیگه، یعنی اینکه راجع به موسیقی کلاسیک ما منابعمون کمه یا حرف راجعش زده نمیشه و ولی به هر حال خیلی خوشحالم که این اتفاق در ایران افتاده و این ارکستر سمفونیک رو دارین و امیدوارم که بتونین هی تبلیغ بیشتری کنید، بیشتر بشناسونینش و آدم‌های بیشتری بشنون. بله، و کم کم عادت کنیم به این نوع موسیقی سلامت و عمیق. از سینما چه خبر؟ چند تا فیلم کار کردی؟ بله. در سمت بازیگر بیشتر دوست داری از آواز این کارو؟ مهران اصلا من در واقع تصمیمی برای این داستان نداشتم و برام خیلی جدی نبود، یعنی از سال 84 فکر میکنم که فیلم حکم آقای کیمیایی رو در واقع جلوی دوربینشون اجرا کردم توی این فیلم، بعدم رئیس، خیلی دوست داشتم به واسطه سینما موسیقیم دیده بشه و شنیده بشه، چون اون موقع هم که این فضای مجازی اینها نبود که آدم هر جایی چنگ میزد که بیشتر بتونه موسیقیشو که حالا مخصوصا موسیقی که موسیقی خاصی بود و به گوش مردم برسونه. بعدم که حالا مثلا فیلم تهران تهران رو بازی کردم، بوی گندم رو بازی کردم، اون نقشای اصلی این فیلم رو بازی کردم، بازم نه اصلا تو چیزش نبودم.
یه سریال هم آره کار کرده تلویزیون. آره زیاد کرده قبل از اینا. آره قبل از اون دارم میگم، قبل از اون یه فیلمی بعد از این بازی کردم به نام تیک آف از احسان عبدی پور. اونجا برای من جدی شد بازیگر، چون خیلی در واقع ریاکشن های خوبی از خیلی‌ها گرفتم، از کارگردان ها و بازیگرای خیلی خوب، خیلی تشویقم کردن که چقدر خوب بودی توی این فیلم، بازی کن. اونجا شد که برام جدی شد. حالا مثلا سریال از یاد رفته رو پارسال محرم زون داشتم، نقش اصلیشو بازی کردم. یه سری پیشنهاد داشتم که رد کردم پارسال، فقط یه فیلم سینمایی با امیر آقایی و امیر جعفری و مهدی ماهانی بازی کردم، به نام سمپاشی نقش اصلیشو بازی کردم. یه چند تا پیشنهاد دارم ولی هنوز در واقع تا کار کردی؟ تا زیاد کار کردم. تست دادی برای بازیگری؟ هیچ وقت تست ندادی؟ این گوی با چشمت بدون حرکت دست و دیالوگ بگم مثلا داره میافته، بعد نه نه. علی بگم علی نه 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 اصلا علی نیست، منم نیستم. خب منتظری نشستی توی دفتری بری تست بدی، بعد با خودت داری فکر می‌کنی این گوی از علی خیلی گردتره. چرا همش تهش منم؟ کاش تهیه کننده یه کارای من این بود، یه چیز گردتر. تهیه کننده من گوی. نه حالا مثلا گوی دیگه. توقعش از من چیه؟ یعنی بله نه نذاشتی. خیلی داشت خوب پیش میرفت. خیلی زیر پوستی فرمودین بود. زیر پوست، زیر گوشتی بود این چیزی که من خیلی درشت و اینا بود. نه نه خوبه، بگو بگو علی هیچی نگو. اگزاجره دارم دیگه. هر جوری داشت. یعنی این بهتره. این بهتره. علی تو تست دادی؟ شما خودتون منو آوردین تو بازیگری دیگه. چه تست؟ تست دادی؟ بابا همونجا نه همون توی شمال همون یه کاری کرد شما خنده داشتین میمردین. یادتون میاد؟ حیف که نمیشه. نشسته بودید. من تنها چیزی که میتونم بگم الان این بود که شما نشسته بودی زمین، دلتون گرفتون گفت علی نگو. از تیکه تیکه شدم، یعنی انقدر خندیدم اون شب. آره اون شب گفتم علی تو باید بازیگرشی، بازی کنی. علی این گوی بله این میدان. آره میگی که کاش اینو به جای رضا برای دوستی انتخاب میکردم، به نظرم خیلی شفافتره. بخش شفافش رو نفهمیدم. آره دیگه این جد اصلا این بخش شفافش رو یه بار دیگه بازی کن. شفافشه این، شفافمه این بخش. من تو اون نه اصلا هیچ. دوتایی نشستین؟ بله. منتظرین برین تست بدین؟ دوتایی هم باید تست بدین؟ دوتایی. آره بعد گویه رو میخواین هاپولی کنید، کسی نفهمه. با هم بی کلام قدم عقبه، اصلا نمیشه باشه. آره با هم. آها یه چیزی بگم سختش میکنه. دوربین مدار بسته اینجا هست. میتونیم هاپولیش هم بکنیم همزمان؟ نه نه نه، فقط به هم به این نتیجه برسید که اینو جا نه بی دیالوگ بدون دیالوگ. نه چی میگم بیش صداست میگه دیالوگ میگیم. 47 سالته. نه هم صدا ضبط میشه هم دوربین داره شما رو میبینه. شما پیشنهاد دوزی رو میدین؟ نه دیگه شما بده دیگه. جانزم خط قرمزمون داره رو میشه. اصلا قشنگ این کارن.
یعنی من اینجا نبودم، این گوی الان اینجا نبود. قشنگ. آره چند تا سوال بلیا خیر میپرسم. رضا تو بگو. اینقدر به علی اعتماد داری که اگه یه پروژه میلیاردی رو هوا کنه هیچ اعتراضی نکنی؟ بله. بله؟ بله. میخوای دوباره بپرسم؟ بله. بله. ابو چی میگه؟ بله. بله؟ بله بله. تا حالا شده یه چرا؟ چون پروژه میلیاردی نداریم اگه نه من نه اصلا. به این دلیل صورت مسئله رو پاک کرد. اگه داشتین، اگه داشتین بی اعتراض بپرسی که اصلا هیچی نپرسی. تا حالا با هم حسودی کردین؟ نه خیلی. تازگو بگم بله. به نظر تو مردها موجودات حسودی هن؟ نمیشد. بله یا خیر سخته دیگه. آره نمیشد. تعمیم داد به همه. بله یا خیر. خب بله خیر نداره اصلا. یه عده مردا حسودن یه عده نیستن. اساساً که خاصا اینجوری نیست. حسود بودن یه خصلت فردیه به نظرم. یعنی نمیتونی تو بگی اصلا زن و مردش کنی، این جنسیت نمیتونی بهش بدی. با بلی آخر نمیشه. نه داره، به نظرم نداره. تا حالا دلت خواسته جای رضا باشی؟ نه خیلی. بشناس رفیقاتو بشناس. تا حالا دلت خواسته جای علی باشی؟ نه خیلی. تو برای تو طبیعیه، برای من یه خورده غیر طبیعیه. تا حالا به این فکر کردی که با هم کار نکنین؟ نخیر. تا حالا دست به یکی کردین زیرا به یکیو بزنین؟ نخیر. دوباره میپرسم. دیدی دارم فکر میکنم. تا حالا دست به یکی کردین زیرا به یکیو بزنین؟ نخیر. نه. دوباره میپرسم. اصلا هیچی. اصلا زیراب زدن تو قاموس ما نیست ابدا. نه حالا زیراب یکی خیلی ما رو اذیت کرد. آهان. خب آهان. ما تصمیم نگرفتیم دست به یکی کنیم زیرابشو بزنیم. حالا زیراب زدن نه به معنی اونجوری شدید. آره گذاشتیمش کنار. گذاشتیمش کنار. آره فقط خدا. هم همین یک انسان بود در جهان. آره زیرابشو نزدیم، گذاشتیمش آره. کنار. آره یادم اومد. بله. کیا میگی؟ بله. با هم رو دربایستی دارین؟ نه. بله. بله؟ من با شما یه مقداری چی یه چیزایی یه چیزایی بله رو دروسی داریم. بله من دارم باش. رضا نه. نه. تا حالا شده از انجام یه کاری راضی نباشید ولی به خاطر هم انجامش بدین؟ بله. بله؟ بله. بله. کی معروف تره؟ نه اینجوری بپرسم. بله یا خیر تو معروف تری؟ نمیدونم. مهران نه. بله یا خیر اصلا نمیتونم بگم. چی بگم؟ چی حرف رضا؟ آخه میدونی ما حوزه‌مون خیلی فرق میکنه با هم دیگه. نه معروف تر. من دماوند فیروز بو هم رضا شمیراناته. دماوند فیروز بو کی با معرفت تره؟ بله یا خیر نیست. آه ببین من نمیتونم براش درجه بذارم مهران که مثلا. آخه اصلا اشکالی نداره. بگو خودم. بگو من. به خدا اصلا بهش فکر نکنم. من ازم بپرسن میگن من با معرفت ترم. خوبه که آدم خوبی هاشو بگه بلند. بله. کی با معرفت تره رضا؟ ببین ما خیلی با هم دیگه معرفت به خرج میدیم توی کارا و زندگی. اصولا کی با معرفت؟ به خدا نمیتونم. تو میتونی بگی؟ رضا خیلی با معرفت. با معرفت تره. بله. خودت راحت کردی دیگه. بله. بله خدا رو راحت کرد. رحم تره. اصلا شک نکن من. علی. اصلا. علی. کی خسیس تره؟ من. خسیس تری. بله. نسبت علی خیلی ولخرجه. علی ولخرجه. بله. دیگه نشون دادی؟ من همه اصلا هنوز تموم نشده بود جمله‌ام. اینجوری که من همه پولامو میدم سفر آقای مدیر. نه خسیس نیستم. گفتین خسیس تر. من اصلا آدم خسیسی نیست. هر چی پول در میارم میرم سفر. من
رضا همش دعوا میکنه، منم میگم آقا چرا میری این کارو میکنی؟ این همه مثلا اینو هنوز نخریدی، لازم داری تو زندگی؟ برای تجربه 47 سالشه، برای این تجربه بود. خیلی اصولا اینجوری، یعنی خیلی حواسش به من هست، یعنی همش میگه چرا خونه نمیکنی، چرا اینجوری نمیکنی، چرا سفر چرا انقدر میری، چرا همش اینجوری. مثلا 30000 تومان من دارم، 29999 تومانشو میرم سفر، نگاه نمی کنم ممکنه فردا سرما بخورم پول تو حسابم. سفر دوست داری؟ خیلی دوست داری. میمیرم با کتاب و سفر و اینا. کی بیشتر غور میزنه؟ من. درآمد کی بیشتره؟ کی؟ اصلا تو نکرده بودیم. من درآمد دارم. رضا الان من بیشتره. نه حالا تو دوران کرونا رو نمیگم، به طور کلی. یه سالای رضا بیشتره، یه سالای من بیشتره. یه سالی. بله. پس به کاری که میکنی مثلا فیلمی بازی کنم. علی وارد حوزه تهیه کنندگی شدی در سینما و کارگردانی. چند تا فیلم تهیه کردی؟ بله 3-4 تا بند. 3-4 تا فیلم تهیه کردی؟ بله. و کارگردانی هنوز شروع نشده؟ الان به دلیل همین کرونا شورای پروانه ساخت در واقع تعطیله، ولی همه کاراشو کردن. یعنی اولین فیلمت رو می‌سازی؟ ماجرای غزل و سد کرج، بله اسمشه. رضا نقشی داره در اون کار؟ رضا هم بله نقش داره. بله بله. چقدر خوب؟ بله. و این کاریه که در ببخشید آقای مدیر حرفتون قطع کردم، کار خیلی قدیمی، این خیلی ساله من میخوام این فیلمو بسازم. ساله نشد و من هی بهش میگم چرا اینو نمیسازی؟ من خیلی فیلمنامه نوشتم که بقیه ساختن اسممو نزدم. یعنی فیلمای مختلف چند بار این اتفاق افتاده و اصولا همش منتظر این لحظه فیلمسازی بودم. از اولین از 15 سالگی که وارد کار هنر شدم و فیلم کوتاه شروع کردم فیلمسازی رو، همش منتظر این می‌خواستم هی فیلم بسازم، نه کار دیگه بکنم و پیش نیومده واقعا. یعنی خیلی عجیب که هی نشده، هی افتاده عقب کارهای دیگه. از زمانش الان لا حتما خاطرت نمی‌خوای بگی چی؟ یه خاطره داشت می‌خواست بگی. مثلا میگم رضا داشتی می‌پرسی چه جور آدمیه. دو تا خاطره دارم ازش که کاملا یه دونه بود، الان شد دو تا. دو تا بود، دو تا کوتاه. یه دونه آره، یه بار خوابیده بود با هماین شجریان، گفتیم بترسونیمش. رفته بودیم خارج از شهر توی از این هماین هم این چیزای تفنگای شکاری بود اونجا برداشت آورد. دلور رضا خوابیده بود رو تخت، دوربین دادیم به پژمان جمشیدی، گفتیم کس تو ببین فیلم بگیره. ها فیلم بگیره. فیلم بگیره که این میترسه دیده میکنه تو خودش، در واقع این بلرزه ما بگیره. این پژمان فیلمو گرفت، همایون اینم خوابیده رو تخت، منم پژمانو گرفته بودم که این تفنگ شلیک پیشه این تکون. همایون اومد بالا سر همایون شجریان، بگو تو من همایون شجریان نیستی کارا چی میکنی؟ اومد بالا سر این شلیک کرد دلول، آقا اصلا ترکید، همه چی ترکید. بعد من اون زیر اینجوری شدم، پژمان جمشیدی که میدونست قراره شلیک بشه، دوربین اینجوری اینجوری شد شلیک دیگه. این آقا اینجوری کرد، اصلا من میشه نه بس دوباره دوباره خوابی دوباره ریز دادم، اصلا میشه اینقدر نپری بالا؟ واقعا از هیچی نمیترسی؟ اصلا هیچی. با هم یه ها گفتش که چیز اعلام کرد که به دلیل نقص فنی هواپیما. یه خاطره دیگه است. بله یه بارم میخوام بگم چه جور آدمیه واقعا. گفتش... تو زلزله یعنی نترسیدی؟ ابدا ابدا. اصلا فیلمش هست که نترسیده. یادت رفت؟ اصلا کلا یادم رفت. گفت مسافران عزیز تو هواپیما بودین؟ دو تایی. چرا فیلمنامه رو از وسط میگی؟ گفتم سریع بگم آخه هول. نه تو یه هواپیما بودید داشتید می‌رفتید سفر دو تایی. از کیش می‌رفتیم شیراز. بله. اصلا یه ربه. کلا اصلا من نمی‌دونم کی وقت کرد سقوط کنه این. آقا صاحب چه جوری میشه؟ ما نشستیم و این هواپیما اینجوری پاشد. همچی پاشد با رضا همچی من میلرزیدیم میرفت بالا. گفتم رضا این طبیعیه اینجوری بره بالا؟ این همه ما هاپ. گفت طبیعیه. چیزم داره دیگه، صدای بمه به سزایی هم داره دیگه. موقعی که خیلی هم چیزه طبیعیه. گفتم گفتم داداش طبیعی نیست، این داره بال میزنه میره بالا. ما سوار هاپ سوار کلاخ که نشدیم، سوار هاپ اینجوری اینجوری. گفت
بشین آبروزی نکن طبیعیه. بعد اصلا نمیدونم چرا این صندلی رو گشته بودن اینجا. دیوار ردیف یکم لطف کرد به ما داد ولی اینجامون بود. این دیواره اصلا یه صندلی اضافه کرده بودن. من اینجای یعنی این که میرفت بالا من اینجوری سرم میخورد چیزه برو عقبتر. خب خلاصه هی اینجوری رفت و رفت و من اینجوری گفتم رضا این من دارم خونریزی مغزی میکنم این چرا چرا این بار اینجوری چرا تمام نمیشه؟ گفت زایه نکن زایه نکن. بعد خوابید. اصلا باورتون میشه به حال داره میلرزه دیگه. آقا نخواب حداقل برادر من. این آقا اینجوری چشار بس خوابید و ما رفتیم صاف شد هم و شروع تا 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 اصلا یه رو ما مزاحم شدیم یه دقیقه ما رو بذاری شیر چیکار آقا این تا 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 خانم مهماندار گفت مسافران عزیز یک نقص فنی کوچیک هست ایشالا برطرفش کمربند های ایمنی خدا نا آقا این مرم خدا همه جیغ زدن این چیزا ریخ با این چمدون آقا میزنم چیه مگه میزنم بهش میگم رضا داری سقوط میکنه رضا سقوط رضا سرم هم میخور توی مهمان داره میدوی آره مهمان داره عرق کرده میدوی میرم ابر یکی کش تشن نوچی خلاصه آقا من یه چی کار بکنه خود نه بعد اینا رو میخواستم چی کار کنه خوبه آقا اون داره میدویه کف داره دهنش میاد چمدون بیفته من اینجوری سر توی شروع کرد خوندن باورتون میشه تو هواپیما اصلا غیر ممکنه تو در این شرایط بخونی بخون چی خوندی؟ یه هایدان برای فیلم خودزنیه فکر کن داره پوه آره بعد خیلی هم تلخه همه دارم میدونم میگه خستم نگونم اینو میخوندی میخوند شکستم نگونم دست من بعد من حالا تو این بدبختی که دست منو بگه که گم شدم سرم داره میخوره کف یارو شمدون داد میزدم نخون رضا خدا میگم نخون آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباش گفتم خودم نباشه آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباشه خیلی تلخه دیگه خانومه رو بیشتر ترجیح میدادم که داشتم خدا خیلی آخه حیف بود نمیگفت این خاطره رو واقعا اینقدر عجیبه خیلی عجیبی رضا 47 سالته اصلا بعد این وضع اصلا این شرایط خیلی وای چقدر خندیدی سویچ هم یه بار آقای مدیر افتاد پایین از ماشین حالا رفتم بردارم داشتیم میرفتیم اومدم بالا انقدر مونده بود کامیونه بخوره بهمون خدا شو انقدر اینجوری که کامیون آقا کامیون کامیون آدم تو کامیونه بگی زده یا خیلی زیادی ریلکسه اصلا مگه میشه اصلا خیلی هم عالی آره خیلی من آدم آرومیم ولی در مقابل تو اصلا من چی بگم خب درجه یک چیزی هست که بخواین بگین اصلا چیزی گذاشتی چیزی موند بد بود بد نه نه واقعا چیزی هست که بخوای بگی اینجا نپرسیده باشم یا موضوع مهمی باشه نه فقط خب دعا کنم که در واقع این شرایط سخت که برای خیلی ها مثلا من حالا شغل خودم رو گفتم که با در واقع جمعیت و مردم سر کار داریم حالا من نیست که این اتفاق برای همه مشاغل اونایی که خیلی درگیر شدن و کاراشون از دست دادن به واسطه کرونا مردم میخوره بیشتر رعایت بکنم مثلا تو خیابونای روزا میبینم خیلی رعایت آره دیگه خیلی
دوباره نزدیک فراموش شده اینو خواهش میکنم که بیشتر رعایت کنن و بتونیم که زودتر عبور کنیم از این داستان و شرایط اقتصادی هم زودتر خوب بشه دیگه. خیلی اوضاع بدیه. امیدواریم. علی جان قربونتون برم. عرض کنم که من میخوام یه آرزو بکنم، که برای هممون که در فضای مجازی و غیر مجازی خود همو بیشتر دوست داشته باشیم، همو قضاوت نکنیم، انقدر دشنام‌های علنی و غیر علنی به هم دیگه ندیم، یه خورده عشق با هم بورزیم و بذاریم که این عشق همینجوری تکثیر بشه. یعنی این آرزومه، این عشق همینجوری تکثیر بشه که حال خودمون بهتر باشه، که بتونیم موسیقی خوب گوش کنیم، بتونیم فیلم خوب ببینیم، بتونیم مناظر زیبا رو ببینیم، بتونیم از همزیستی با هم واقعا لذت ببریم. این چیزی که اخیراً برامون اتفاق افتاد، این دوری که الان از هم داریم، همین الان شماها از کنار همدیگه دوری، این اتفاقی که افتاد و ما رو از همدیگه دور کرد همه رو. یعنی من الان میمیرم شما رو یه دقیقه بغل کنم، الان نتونستم نزدیکترین دوستامو در آغوش بگیرم و این یاداوری میکنه به ما که ببین چقدر راحت میتونیم از هم جدا بشیم و یه خود میتونیم قدر با هم بودن، همین کنار هم راه رفتن تو خیابون رو بدونیم. درست. آرزو میکنم که در ذات خودمون، در دل خودمون همه اینا رو حل کنیم و ایشالله که بیرون هم مشکلات حل شد. خیلی توی این فرصت قرنطینه و اینا خیلی تایمشون از دست دادم به نظر من. به نظرم خیلی خوب میشد که استفاده کرد ازش و خیلی ها دوست داشتن. حتی من با خیلی ها تو بچه های آرتی صحبت میکردم، میگفت آخ من خیلی چند صحبت میخواستم تمرین کنم نمیتونستم، یه فرصت پیش اومد من یکی دو ماه تمرین کردم یا فیلم خوب ببینم یا یه کتاب خوبی بخونم. یه بعد نیست اینو من بگم، یه کاری داریم به اتفاق در واقع علی داره تهیه میکنه، من خوندم و اندیشه فولادوند ترانهشو گفته به نام قرنطینه که خیلی بلند، 10 دقیقه است. 10 دقیقه است. یه سری موضوعاتو میگه، یه ترجیبند داره، دوباره یه سری موضوعات ترجیبند داره. ترجیبندش میگه بعد از اینکه این موضوعاتو میگه، میگه این میان من کتاب میخوانم، همچنان فیلم خوب میبینم، یاد چشمان مشکیت هستم، توی هر لحظه قرنطینم، گچ گرفتم تمام قلبم را، تا نفهمم چقدر غمگینم. چقدر خوب، خیلی هم زیبا. اندیشم واقعا درخشانه. بله واقعا مهمان ما بودن و همین نمیدونم یا پخش الان که داریم برنامه ضبط می‌کنیم پخش شده یا قرار پخش شده، فکر می‌کنم پخش شده و خیلی گفتگو خوبی بود. احساس خوشبختی داری؟ ببین مهران، خیلی به نظر من احساس خوشبختی داشتن نسبیه. شرایط به جوریه که من نه. در بخش شخصیش بله. شخص خودم احساس خوشبختی می‌کنم به خاطر اینکه سعی می‌کنم که آدم‌ها رو دوست داشته باشم، رفقامو دوست داشته باشم، پیرامونم دوست داشته باشم، با شرایطم سازگار شم. بله، ولی یه سری دغدغه دارم که مربوط به خوشبختی همه است و اون بود همگانی خوشبختیه که در واقع همین مسائل در واقع اقتصادی، سیاسی و غیره و غیره که باعث میشه که مستقیم مردم درگیرش بشن، درگیر آبنونشون بشن. این خیلی خیلی به نظرم باعث میشه آدم خیلی فکر کنه و خیلی غصه بخوره، خیلی زیاد. برای خودم احساس خوشبختی میکنم خیلی شدید. خیلی عالی. رضا و علی هر دو سال هاست که همدیگر رو میشناسیم. اینایی که میگم راجع به هر دوست بسیار مهربانن. علی خصوصا دل خیلی بزرگی داره و همین که علی گفت راجع به رضا که من اینو خیلی دیدم که یکی از، یعنی شاید به نظرم بهترین خصوصیت یک انسان در جهان، اولین خصوصیت درجه یک انسان در جهان اینه که کسی رو قضاوت نمی کنه. و این چقدر خوبه، خیلی خوبه.
خیلی عاشق حرفشونن، خیلی دوست داشتنین، خیلی مهربانن، خیلی رفیقن و توی در روزهای سخت کاملا میشه به هر دوی این دوستان تکیه کرد و خیلی خیلی همه چی خوب و درجه یک. امیدوارم که سالهای سال سلامت باشین هر دو، همینطور که درخشان هستید بیشتر به درخشین، به جلو برین و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم از ته دل. و یه ترک دیگه هم برامون. بله، من یه ترانه به نام عشق 15 سالگی رو میخوام براتون اجرا کنم. چند روز پیش تولد 15 سالگی دخترم بود، میخوام تقدیم کنم. عزیزم تولدش مبارک. من وقتی به دنیا اومده دیدم استرس. امیدوارم پریا هم سالم باشه و بدرخشه همیشه. متشکرم. ببخشید قبل از اینکه شروع کنی یه دقیقه ما این صندلی رو باید با هم ببریم. آره دست البته میتونه باشه، کاری با ما نداره. آره آره بچسبونش. آره گفتم تا هستین دیگه ما این کارا رو انجام بدیم. من دوباره برمیگردم. بفرمایید. با گذشته بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیمونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداز لحظه های انتظارو، دل افراده ها رو، حال اولی قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اغربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو،
چشمای تو یادم انداز لحظه های انتظار و دل دل عقربه ها رو حال اولین قرار و چشمای تو یادم انداز مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، سپاس گزارم، خیلی ممنون. به به، به به، متشکرم، خیلی زیبا بود، نه؟ خیلی زیبا بود، خیلی ممنونم که اومدی امشب، خیلی خیلی خوش گذشت با شما، مرسی از لطفت و به ما کلی انرژی دادی. متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار، خدا حافظ. علی رو میدونم کرونا نداره، رضا رو نمیدونم، نمیدونم. میشینم اینجایی که علی بود. حالا بله، آها، داشتیم راجع به تغییر حرف میزدیم. یه مدل رفتاری هم داریم که میخوان تمام آدمهای جهان رو بندازن تو مسیر صاف و درست. یه عده معتقدن همه کس و همه چیز رو میشود اصلاح کرد. بچه یه 17 ساله جلو ماشینش رو گرفته، همه بهش میگن پیاده نشو، این شوکر دستشه. میگه نه، اگر منطقی باش حرف بزنم خودش متوجه اشتباهش میشه. اتفاقا الان هیچ منطقی جلو داره اون بچه نیست، شوکر رو پیدا کرده یه جا، میخواد هر جوری شده تستش کنه اینا رو یکی. تو هم از شانست اولین کسی هستی که سر راهش سبز شدی. 20 دقیقه هم که باش حرف بزنی تهش میگه حرف شما منطقیه ولی یه دونه میذاره تو کمرت. سینه خیز بر میگردی سمت ماشین، میگن چی شد؟ میگی که منطق حرفمو پذیرفت ولی باید فرار کنیم. به هر حال بعضی ها تصور میکنند که میشه دیگران رو با حرف زدن و دلیل و برهان آوردن تغییر داد. اینا لااقل یک هدفی از پرحرفی دارن. فشاری که پرحرفی بی هدف به انسان وارد میکنه خیلی بیشتره. همین اخیراً جایی بودم، طرف رو اصلا نمیشناختم، خصوصی ترین مسائلش رو داشت برام بازگو میکرد. میگفت مادرم منو که به دنیا آورد گفت دیگه بسه، ولی پدرم میگفت نه. خلاصه کار کشید به دادگاه و متارکه و اینا. اینی که من و برادرم الان ترس از ادامه داریم. میدونی ترس از ادامه چیه؟ گفتم نه عزیزم، اصلا نمیخوام بدونم، اگه نمیزنی پاشم برم. گفت چشم. بعد آب مقطر رو کشید تو سرنگ. بر نظرات شما رو بخونیم. مدیری تبریک، شفچنکو گفته به زودی سرمربی تیم میلان میشه، حتما به تو هم یه پستی میده. وضعیت جوریه که انگار داریم تو فیلمای تو بازی میکنیم، با این تفاوت که هممون به دوربین زل زدیم. مدیری میشه یه بار روسی حرف بزنی؟ من انقدر فیلم با زیرنویس دیدم خوندنیم بهتر از شفاهیم شده، فارسی هرچی میگی نمیفهمم. مادرم گفت پاهام خیلی درد میکنه، منم سری جواب دادم از بس سر تو گوشیته، بالاخره انتقامم ازش گرفتم. مدیری خاشخچی بیمه بدنه داشت؟ هر اتفاقی تو زندگی میفته مادرم میگه حالا صبر کن، حالا کجاشو دیدی؟ دقیقا نمیدونم که منتظرم چی ببینم. سیسمونی رو از پیج ما بخواین. چش. مدیری شماره آقای وزیر بهداشت رو داری؟ چند وقت پیام نمیده، نگران شدم. رفتم دکتر، یکی به هم نگاه کرد گفت کرونا داری؟ گفتم نه.
یه زخم معده ساده است. گفت اولش همه همینو میگن. تو رو خدا به سمت کرونا نرید. منم اولش تفریحی شروع کردم ولی الان بجوری تو دامشم. خب و یه خانم یا آقا؟ آقا بفرمایین. خانم بفرمایین. بله شغلتون خانم؟ خانه‌دار هستی. خانه‌دار هستی؟ من کارمند راهن. تو آسانسور تنهایی گیر کنین چی کار میکنی؟ میگم من کرونا دارم. نه تنهایی به خودتون میگین؟ از بس جواب سوال پیشتون رو فکر کردم با خودم الان گفتم فلان جواب بدم. از اون موقع داری فکر میکنید به این جواب رسیدین؟ نه تنهایین. دکمه آتش نشانی استرس 110 125 هرچی هست میزنم. آتش نشانی؟ دکمه آتش نشانی و 110 داره تو آسانسور؟ چیزای عجیبی ما نمیدونستیم. یعنی یه دکمه میزنین آتش نشانی میاد؟ با خبر بشن دیگه. آخه نداریم این دکمه رو ما. ما دیگه تو آسانسور که گیر کردم داره. آها تو اون آسانسوری که شما گیر میکنین دار. چشم. شما چی کار میکنین؟ ببینم طبقه چندم گیر کردیم. بستگی به طبقش داره؟ چون جک داره هر آسانسوری. یعنی چی؟ یعنی جکشو میزنی از طبقه پایین یا بالایی میری بیرون. جکشو؟ جکش کجاشه؟ که نه بدونیم ما. بالا سمت راست. نه واقعی میگی؟ که متحرکه دیگه، ثابت نیست، متحرک. دکمه رو جک فشار میدی؟ قطعه رو نمیگم ما. نه باز میشه. چون تو راهن هستین میگی. بله. نه آسانسور. آهان آسانسور بالاش سمت راست یه جک هست. بله جک داره. ثابت نیست، متحرک. یعنی یه دسته ای اونجا هست، یه چیز، یه نشونه بگید من بدونم. آخه ندیدیم ما تو سقف آسانسور؟ تو سقف آسانسور، تو دیواره جدایی آسانسوره. آها یعنی فقط قرمز میتونه رنگ قرمزش در نظر بشه. حالا داره لابد، ما ندیدیم. ما ندیدیم. اتفاق نیفتاد. بله حتما. قدیمی ترین خط متروی جهان مال کجاست؟ شما که کارمند راهنین. اگه اشتباه نکنم آلمان. قدیمی ترین خط متروی جهان لندن. روز مهندس بزرگداشت کدام دانشمنده؟ خوارزمی. خواجه نصیرالدین طوسی. روز پزشک؟ زکریا رازی. ابن سینا. روز داروسازه تولد، یعنی زکریای رازی. آره واقعا.